همزمان با حمایت ده ها کنشگر مدنی از آهو دریایی، صدای آمریکا توانسته جزئیات جدیدی را از روشنک مولایی، زن جوانی که با یک سرباز آزارگر جنسی درگیر شده بود، به دست بیاورد. روشنک مولایی از 16 سالگی تا کنون 9 بار به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده است. همزمان با این رویدادها بازداشت شده، همراه هستیم با سوران خاطری از اتاق خبر صدای آمریکا. سوران، چه جزئیاتی از روشنک مولایی و فعالیت او داریم؟ پیام، طبق اطلاعاتی که صدای آمریکا به دست آورده، روشنک مولایی علی شاه در 9 سال گذشته 9 بار به دلیل فعالیت‌هاش، همونطور که خودت اشاره کردی، بازداشت شده. اما 10 آبان ویدیویی که در حال همتون در حال پخش از مقابله او با تعرض یک سرباز موتورسوار در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد. خود روشنک مولایی علی شاه این ویدیو رو تحت عنوان زن بودن در ایران منتشر کرده بود، اما حساب کاربری او بعد از انتشار این ویدیو از دسترس خارج شد. به گفته سازمان‌های حقوق او از روز 13 آبان بازداشت شده و از اون زمان خبری از اون نیست. پیگیری‌های خانواده او هم تا کنون نتیجه ای نداده. حالا صدای آمریکا تونسته جزئیات جدیدی از روشنک مولایی و فعالیت‌هاش به دست بیاره. روشنک مولایی 25 ساله، اهل تبریز و ساکن تهرانه. یک منبع صدای آمریکا که مدتی هم بنده روشنک مولایی بوده میگه که این 9 بازداشت او در 9 سال گذشته بوده. او در جریان خیزش سراسری زن زندگی آزادی در تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. او به 6 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود، اما بعداً خب مشمول عفو شده بود. منبع صدای آمریکا میگه روشنک مولایی بار اول در سن 16 سالگی و در تجمع‌هایی که برای حق آموزش زبان مادری در تبریز برگزار شد، دست شده بود. او در 2 سال گذشته هم به دلیل پست‌هاش در شبکه‌های اجتماعی بارها احضار و بازجویی شده بود. منبع صدای آمریکا میگه که در یکی از انتقال‌های روشنک مولایی به دادگاه، به دلیل خودداری او از سر کردن روسری، او مورد ضرب و شتم افسر همراه قرار گرفته بود، تا جایی که نرمی گوش او پاره شد. همزمان ده‌ها کنشگر مدنی در بیانیه‌ای از آهو دریایی، مشهور به دختر علوم تحقیقات، حمایت کردند. آهو دریایی هم شنبه گذشته در اعتراض به تعرض حراست دانشگاه به او به بهانه تن ندادن به حجاب اجباری و پاره کردن لباساش برهنه شد. 22 نفر از فعالان صنفی و کنشگران مدنی در بیانیه گفتند که بستری کردن اجباری دانشجوی ترم هفتم زبان در بیمارستان روانپزشکی اقدامی آشکار در جهت خاموش کردن صدای اعتراض و نقض آشکار حقوق بشره. این بیانیه اضافه کرده که آهو دریایی خط بطلان نیست بر روی کرده لجوجانی حکومت درباره نوع پوشش زنان و دختران. بیشک اون نماد جسارت و ایستادگی در برابر خشونت و تحقیر زنان است. آهو دریایی با اقدامی شجاعانه بعد از پاره شدن لباساش توسط نیروهای حراستی به حق خود برای انتخاب پوشش اعتراض کرد و به صدای میلیون ها زن ایرانی تبدیل شد. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با جرم‌انگاری رعایت نکردن حجاب اجباری مد نظرش محدودیت‌ها بر نقض آزادی فردی و اجتماعی زنان را افزایش داد. در همین راستا جدای از گسیل نیروهای رسمی و غیر رسمی به خیابان‌ها، ستاد امر به معروف استان تهران از راه اندازی کلینیک ترک بی‌حجابی خبر داده. به گفته اداره زنان و خانواده این ستاد، هدف این کلینیک درمان علمی و روانشناختی بی‌حجابی است و در واقع کلینیک ترک بی‌حجابی است. پیام، ممنونم. سوران خاطری گزارش رو شنیدیم از اتاق خبر صدای آمریکا.